عزیز و محترم. در ادامه خوندن کتاب اسلام و سیاست در بخش سیاست‌های حکیمانه امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدیم به صفحه 106، جایی که ابن ابی الحدید در شهر نهج البلاغه روایتی را از ابو رجا آورده که حضرت علی علیه السلام شمشیری به بازار آورد و فرمود چه کسی این را از من می‌خرد؟ سوگند با آنکه جان علی در دست اوست، اگر پول یک شلوار می داشتم این را نمی فروختم. من گفتم من به شما یک ازار می فروشم و پولش را وقتی عطایتان را گرفتید به من بدهید. و ازاری به وعده زمان دریافت عطایش به حضرت دادم و چون عطا و حقوق خود را گرفت پول ازار را به من داد. یکی از عادات معروف و به یادگار مانده از امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که آن بزرگوار هدایایی را که به شخص آن حضرت پیشکش می شد به خودش اختصاص نمی داد، بلکه گاه آنها را بین مسلمانان توزیع می کرد و زمانی هم آنان را شریک هدایا می ساخت. متون زیر را با هم بخوانیم. علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار به نقل از مناقب چنین آورده است: حکیم ابن اوس گفت چند بار میوه برای امیر مؤمنان علی علیه السلام آورده شد. حضرت دستور داد آنها را بفروشند و پولش را به بیت المال دهند. نیز گوید علی علیه السلام خیکهای عسل را برای ما میفرستاد و آنها را میان ما تقسیم میکرد و سپس دستور میداد تای آنها را با قاشق تمیز کنند. عاصم ابن میسم گوید چند سبد افروشه نوعی حلوا برای خصوص حضرت علی علیه السلام هدیه آوردند. حضرت سفره خواست و آنها را در سفره نهاد و همه دور هم نشستند و خوردند. نقل شده است که مجوسیان در روز نوروز جامهای سیمین پر از شکر به حضرت علی علیه السلام اهدا کردند. آن حضرت شکرها را میان یارانش تقسیم کرد و آنها را بابت جزیه مجوسیان به حساب آورد. و نیز روایت شده است دهقانی جامه زربف برای علی علیه السلام فرستاد. عمرو بن حریث آن را به 4000 درهم به وعده دریافت حقوقش از بیت المال از آن حضرت خرید. شگفت از این همه عظمت. به راستی که بزرگ مردی بود امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. جامه زربفت به ارزش 4000 درهم به شخص او هدیه می شود و او آن را می فروشد و پولش را به بیت المال می دهد. و بعد جامه زبر و خشن به 3 درهم می خرد و می پوشد و خدا را شکر می کند. آیا نظیر چنین انسانی یافت می شود؟ این است مکتب اسلام و تربیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سیاست احکام آسمانی. امیر مؤمنان علی علیه السلام همچون فقیرترین مردمان شخصا از چاه آب میکشید و با دستان مبارکش هیزم شکنی میکرد تا سرمشقی باشد برای همه مسلمانان در سراسر تاریخ و الگوی والا برای رهبران مسلمانان. آن حضرت بقیه کارهایش را نیز شخصا انجام میداد. مثلا شیخ کلینی رضوان الله علیه و دیگران در کتاب کافی و جز آن به سندشان از زید بن حسن از امام صادق علیه السلام نقل کردند که فرمود علی علیه السلام در خوراک و رفتار شبیه ترین مردمان به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود. خود نان و روغن میخورد و به مردم نان و گوشت میخوراند. از چاه آب میکشید و هیزم شکنی میکرد. خودش زرهش را وصله میکرد. خودش جامهش را میدوخت و خودش کفشش را پینه میزد. در یک کلمه حضرت علی علیه السلام هرگز زحمت خود را به دوش کسی نمی انداخت و امور شخصیش را خودش انجام میداد. خود را در هیچ چیز برتر از دیگران نمی شمرد، بلکه در سطحی پایین تر از زندگی اغلب مردم زندگی می کرد
در حالی که خدای متعال آن حضرت را بر همه اولیا و ائمه و پیامبران علیهم السلام برتری بخشیده است، به استثنای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که خود امیر مؤمنان درباره ایشان فرمود: من غلامی از غلامان محمد صلی الله علیه و آله هستم. آری، این راه و رسم و رفتار جاویدان و بی‌نظیر امیر مؤمنان علی علیه السلام این نتایج را در پی داشت. حضرت علی علیه السلام را در رأس حرم بزرگان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار داد. انسان‌های طاغوت صفت را در گذشته و حال و آینده در هم شکست. راه انسانیت و عظمت را به رهبران و ملت‌ها آموخت و نشان داد. او خود فلسفه این زهد و دنیا گریزی را بیان نموده و فرموده است: خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داد و از این رو بر من واجب فرمود که درباره خودم و خورد و خوراکم و پوشاکم همچون مردمان مستضعف باشم تا نادار به ناداری من اقتدا کند و ثروتمند را ثروتش به طغیان نکشاند. هدیه‌ای که به حکام و قضات داده می شود غالباً برای این است که دل آنها را به دست آورند تا حق را ناحق و ناحق را حق کنند. به همین دلیل در احادیث شریف تأکید فراوان شده است بر این که حکام و قضات و دیگر کسانی که صاحب مقام و منصبی هستند و رتق و فتق امور در دست آنهاست از پذیرفتن هدیه خودداری کنند تا این ریشه های ستم و بیدادگری و اجحاف که جامعه را ناامن می کند بخشکد. علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار به نقل از امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره آیه شریفه اکالون للسحت، خورندگان حرامند، آورده است که فرمود: حرامخوار کسی است که برای برادرش کاری انجام می دهد و آنگاه هدیهش را می پذیرد. نیز از قول جابر بن عبدالله آورده است که گفت: هدیه پذیرفتن عمرا خیانت است. شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: و اگر والی هدیه‌ای بپذیرد این خیانت است. در حدیث دیگری آمده است: امیر مؤمنان علی علیه السلام در همه فضایل سرآمد بود، لذا هدایای شخصی را برای خودش نمی‌پذیرفت تا کسی در او طمع نکند و احدی در این که بتواند آن حضرت را به نحوی جانبدار خود کند چشم امید نبندد. آن حضرت خود واقعی را نقل می کند که در آن شخصی هدیه‌ای به ایشان می دهد و حضرت آن را نمی پذیرد و در برابر آن به شدت موضع‌گیری می کند. در یکی از خطبه‌هایش بعد از ذکر ماجرای عقیل و جواب رد دادن به او می فرماید: و از این عجیبتر ماجرای آن شخصی است که شبانگاه ظرفی شیرینی و کلوچه در خانه ما می آورد که من از آن چنان حالم به هم خورد که انگار با زهر مار تهیه شده باشد. گفتم: آیا این صله است یا زکات یا صدقه؟ همه اینها بر ما اهل بیت حرام است. گفت: هیچ کدام، بلکه هدیه است. گفتم: مادرت به عزایت بنشیند، از راه دین خدا آمده ای که مرا بفریبی؟ عقلت را از دست داده ای یا دیوانه ای یا هذیان میگویی؟ به خدا قسم اگر هفت اقلیم با همه آن چه زیر افلاک آنهاست به من داده شود که در قبال آن با گرفتن پر کاهی از دهان موری خدا را معصیت کنم، هرگز چنین نخواهم کرد. این دنیای شما نزد من بی ارزشتر از برگی است که ملخی در دهان میجود. آری، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام این گونه رفتار می کند تا نه مظلومی از او به حراست و نه ظالمی در او طمع کند. تا زمانی که حق چنین باشد، و البته علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی است و بر یک محور می چرخند. دیگر تعجبی ندارد که در تاریخ امیر مؤمنان علی علیه السلام چنین روش‌های شجاعانه ای را شاهد باشیم. پس بر حکومتگران و قاضیان و سران جامعه است
که روش امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام را اولا در زندگی شخصی خود پیاده کنند تا جامعه از ظلم و تعدی در امان شود. ثانیاً آن را در زمینه سیاست و اقتصاد و جامعه و تعلیم و تربیت و غیره به کار گیرند. در پناه امام زمان علیه السلام محفوظ باشید.